سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای شمس، در رابطه با وضعیت اسفبار مسلمانان روهینگیا و شرایطی که دولت میانمار برای آنان پدید آورده مختصرا توضیح بدید. با سلام و عرض ادب خدمت شما و همه بینندگان عزیز اخبارش، من یک مختصری به سرعت در رابطه با پیشینه مسلمان ها در میانمار عرض بکنم خدمت شما. مسلمان های میانمار یک اقلیتی هستند از 135 اقلیتی که در میانمار زندگی میکنند. اولا اینو خدمت شما عرض بکنم، تا چند دهه قبل میانمار یکی از استانهای هندوستان و یکی از ایالات اونجا محسوب میشده و در همون چند دهه قبل، از حدود 100 سال قبل، مسلمانهای فعلی میانمار از بنگلادش و هندوستان مهاجرت میکردن به این منطقهی که امروز میانمار نام گرفته و در حقیقت این مهاجرت یک مهاجرت درون کشوری بوده و اینکه امروز اینها رو خارجی و غیر خودی تلقی میکنن اتفاقی است که اخیرا افتاده. در اون زمان این مهاجرت صورت گرفته، اون مهاجرت درون کشوری بوده. بعد که در سال 1948 استقلال پیدا میکنه میانمار، هرچند از ابتدا اکثریت بودایی نگاه مثبتی به مسلمان ها نداشتن، اما در این حال به اونها کارت شناسایی ملی داده شد و حتی برخی از اونها اجازه پیدا کردن در پارلمان این کشور حضور پیدا کنن. اما متاسفانه از سال 1962 که یک کودتای نظامی در میانمار شکل میگیره، از اونجا به بعد متاسفانه برخوردهای تبعیض آمیز با مسلمان ها شروع میشه. به اونها کارت شناسایی داده نمیشه. در سال 1982 باز قانون تصویب میشه، وضعیت مسلمان ها بسیار شکل بدتری به خودش میگیره و به اونها کارت هایی داده میشه که خارجی تلقی میشن. از سال 2001 برخوردهای فیزیکی با مسلمان ها آغاز میشه و همینطور میبینیم تشدید میشه تا سال 2012 و 2016 و 2017 که اوجش هست و در اینجا دولت میانمار به صورت دست جمعی به قتل عام مسلمان ها میانجامه که مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم در این زمینه قطعنامه ای صادر میکنه با 122 رأی. حال جالب بونه که روسیه، چین و سوریه به این قطعنامه رأی مخالف میدن. یک نکته هم لازم هستش که جمعیت قابل توجهی از مسلمانان روهینگیایی رو شیعیان تشکیل میدن، شیعیانی که اصالت ایرانی یا هندی دارن و از شیراز، کاشان، یزد مهاجرت کردن و اتفاقا جالب عرض کنم خدمت شما که همین الان ما در بین شیعیان مقیم میانمار اسامی و فامیل هایی با عنوان کاشانی، شیرازی، بهبهانی و یزدی داریم. بله، به نظر شما چرا مدعیان دفاع از حقوق بشر در قبال مسائلی همچون مشکلات مردم روهینگیا سکوت کردند؟ ببینید، متاسفانه من نمیخوام فقط عرض بکنم که در ایرانی همچه اتفاقی میفته یا مثلا در کشورهای غربی. برخورد دوگانه با مقوله حقوق بشر در سراسر دنیا داره اتفاق میفته. مثلا در ایران ملاحظه میکنید میان بحث غزه رو مورد توجه قرار میدن، قطعا باید مورد توجه قرار بگیره، کشته شدن کودکان و مردم بیپناه، زنها و افراد غیر نظامی محکومه. اما اینکه نؤمنا به بعض و نکفرا به بعض باشیم، اشکال اینجا هستش. اگر نسل کشی و عرض به خدمت شما برخورد با مسلمان ها ایراد داره، خب مسلمانان میانمار هم هستن، مسلمان های و شما شاهد نسل کشی مسلمان های ایغور هند هستیم که متاسفانه حاکمیت ایران در مقابلش سکوت کرده. و یا کسانی که در غرب مدعی هستند برای حقوق بشر، در اونها را هم شاهد هستیم. وقتی اتفاق تروریستی توی انگلستان یا توی اسپانیا یا فرانسه میفته،
دنیا رو پر از سر و صدا میکنن، پروپاگاندای خبری رو میاندازن، بسیاری از افراد میان پروفایل های فضای مجازی خودشون رو به رنگ پرچم اون کشورها در میارن. اما متاسفانه وقتی اتفاق مشابهی در کشورهای مسلمان میفته سکوت میکنن. همین چند وقت قبل ما زلزله بسیار شدیدی در افغانستان داشتیم که یک فاجعه بشری بود، اما متاسفانه ما سکوت جدی محافل بشری رو در مقابل این قضیه دیدیم. و بله متاسفانه برخوردهای دوگانه با مسئله حقوق بشر هم توسط حاکمیت ایران و هم توسط مدعیان حقوق بشر در قبل وجود دارد. بله جناب شمس، با چه راهکارهای مؤثری جوامع بین المللی را نسبت به شرایطی که برای مسلمانان نظیر مردم روهینگیا اتفاق می افتد آگاه نمود؟ خیلی مختصر بیان بفرمایید. بله بله، ببینید الان مسلمان های به خصوص مسلمان های روهینگیا رو عرض بکنم خدمت شما، آمادگی بازگشت رو دارن. دولت میانمار ظاهرا اعلام کرده، چند وقت قبل همین خبرش رو در اخبار شیعه هم داشتیم که اعلام آمادگی کردن اونها رو برگردونن. اما مسلمان های روهینگیا به دنبال این هستن که حتما عزتمندانه اول برگردن و ثانیاً که اوراق هویتی به اونها داده بشه و به عنوان شهروند روهینگیا میانمار شناخته بشن. من تصورم این هستش که رسانه‌های مستقلی چون شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و عزیزانی که واقعا دل در گروه اسلام و شیعه دارن باید این قضیه رو بیشتر بهش توجه بکنن و این اخبار رو بیشتر مورد توجه قرار بدن تا بخش عمده‌ای به نظرم از مقفول موندن این قضیه از ناآگاهی محافل خبری جهانی هستش که این رسالت رو خوشبختانه شبکه امام حسین علیه السلام داره به نحو احسن انجام.